زلمی خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان دور تازه سفرش به قطر پاکستان و افغانستان را آغاز کرده است وزارت خارجه امریکا با نشر اعلامیه گفته است که هدف اصلی سفر خلیلزاد دستیابی به توافق بین طرف های افغانستان در مورد اقدامات بعدی عملی لازم برای شروع مذاکرات بین الافغانی است وزارت خارجه امریکا همچنان در این اعلامیه گفته که در این دیدارها مسائل کاهش خشونت و رهایی زندانیان نیز مورد بحث قرار می گیرد. در امین حال، سائل شاین سخنگوی دفتر طالبان در قطر در توییترش نوشته است که نمایندگان آنان با خلیلزاد و جنرال سکات میلر عمومی نیروهای ناتو در افغانستان در مورد رهایی ارچی سریتر زندانیان و آغاز مذاکرات بین الافغانی صحبت کردند. نماینده ویژه ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان با قمر جاوید باجوا لوی پاکستان نیز در اسلام آباد دیدار کرده است. سفارت امریکا در اسلام آباد با نشر اعلامیه گفته است سفیر خلیلزاد در دیدار با لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا در مورد قدم های ضروری برای شروع مذاکرات بین الافغانی صحبت کرد قرار است خلیلزاد به کابل نیز سفر کرده و با مقام های افغان نیز نشست های داشته باشد آگاهان باور دارند که محور این دیدارها را تعیین مکان و زمان مذاکرات بین الافغانی سال تشکیل میدهد دولت افغانستان هیئت را برای آغاز این مذاکرات تعیین کرده و مسئولیت انجام مذاکرات را به شورای عالی مصالحه به رهبری عبدالله عبدالله واگذار کرده است اما طالبان تاکید دارند که مذاکرات بین الافغانی سال را پس از رهایی 5000 زندانی این گروه بر اساس توافقنامه آنان با امریکا آغاز خواهند کرد تا هنوز دولت افغانستان بیش از 2700 تن از زندانیان طالب را آزاد کرده است طالبان نیز بیش از 400 زندانی دولت را رها کردند. این که مذاکرات بین الافغانی موفق آمیز خواهد بود یا نه گذشت زمان ثابت خواهد کرد. نظیر از این کریمی خبرنگار آزاد واشنگتن دی سی.